بسم الله الرحمن الرحیم سلوات مفرستیم بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما بینندگان عزیز همراهان خوب برنامه روی خط زندگی خدا کنه که جور و صحتمند باشن و ساعاتی که سفری شده همراه با شادی و نشاط و نیکی بوده باشه برای تمام شما سروران گرامی در ماه پرفضیلت پر, پر خیر و برکت رمضان هستیم ماه مهمانی خداوند و سفره رحمت بیپایان خداوند برای تمام بندگانش په شده ماهی که دروازه های بهشت باز است دروازه های جهنم بسته و شیاطین به قل و زنجیر و انشالله که همه ما بتانیم با بهره از این ماه پرخیر و برکت نهایت بهره را از انسانیت خود و بندگی خود ببریم خیر ما به دیگران برسه انسان خوبتری باشیم و سعی کنیم که از گناهان هم دورتر باشیم دوستان عزیز و برنامه روی خط زندگی س، از شما سروران گرامی هم دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز مرا با نگاه های گرمتان همراهی بله دوستان عزیز و ارجمند در ماه پرخیر و برکت رمضان هستیم و معلفه های بیشماری هستند در این ماه که میتونم منجر به سعادت هرچه بیشتر ما چه در دنیا و چه در زندگی ابدی ما که آخرت هست شود دوستان عزیز متناسب با این ماه سعی بر ای داریم که موضوعاتی را برای شما عزیزان به تفسیر و صحبت بگیریم تا اینکه نهایت بهرار شما عزیزان بتانین از این موضوعات ببریم موضوع انتخابی امروز برنامه ما در پیوان به مسئله ترک گناه و رابطه ای که میتونه با رستگاری ما انسان داشته باشه صحبت خواهیم کرد مسئله گناه یکی از مسائلی است که همواره مورد مذمت و نکوهش دین مبین اسلام قرار گرفته است و همواره سعی بر ای شده که مؤمنین و انسانها اجتناب از گناه داشته باشند در حقیقت اجتناب از گناه و دوری از گناه میتونه سبب سعادت ما و سبب تعالی هرچه بیشتر ما و همه ما میدانیم که وقتی یک انسان گناه میکنه قلبش تاریک میشه از یاد خداوند دور میشه و سیطری شیطان و حربه های شیطان بیشتر در این شخص میشه مشاهده کرد چنانچه حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند هرگاه انسانی گناه میکنه یک نقطه سیاه تاریکی در قلبش مینشینه و اگر خداوند بهش این فرصت بته که توبه کنه این تاریکی و نقطه سیاه از قلبش پاک میشه و اگر خدای نخواسته تعدد گناه در وجود و در رفتارش بیشتر باشه متاسفانه قلبش رو به سیاهی میره و اینجاست که هیچ ارتباط و رابطه با سعادت و رستگاری نمیتونه داشته باشه دوستان عزیز ارجمند پس خوب است که متناسب با ماه پرخیر و برکت و فضیلت رمضان اشاره ای باشه به با اجتناب از, از گناه و اینکه انشالله ترک گناه چقدر میتونه ما را به رستگاری هرچه بیشتر سوق بده وقت فیر خیلی کوتاه ببینیم و اصل صحبت ها را تا لحظاتی دیگر آغاز کنیم بینندگان عزیز و ارجمند که خداوند به همه ما توفیق بده که نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در تمامی ایام بتانیم از گناه اجتناب و دوری کنیم و این فرصت و توفیق داشته باشیم که سعی بر این باشه که انشالله به کارهای خیر کارهای عبادی کارهایی که بتانه منجر و سعادت هرچه بیشتر ما شود بپردازیم موضوع امروز ما در رابطه با ترک گناه و رابطهش با رستگاری ما انسان هاست مهمان عزیز و ارجمند برنامه ما حاج آقای آگاه عزیز هستند ایشان کارشناس امور دینی و انشالله این موضوع را به اتفاق ایشان برای شما عزیزان تقدیم میکنیم حاج آقا سلام و عرض ادب و ضمن آرزوی قبولی تاعت و عبادت شما. شما علیک السلام و رحمت الله بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم محضر شما هم خوبتان و همه بیننده های عزیز انشالله تاعت عبادات همه قبول درگاهی زد منان باشه بله زنده و صلاوات باشن باعث خورسندی هست که در کنار شما هستیم و انشالله که بتونیم نکاتی قابل تعمل پیرامون مسئله انتخاب شده برای بینندگان عزیز تقدیم کنیم دین مبین اسلام به عنوان یک دین انسانساز که به تحصیل از کتاب زیبایش کتابی که راهنمای زندگی بشریت از قرآن کریم آموزه های فراوانی رو در اختیار ما قرار داده که اگر ما تمسک کنیم و تعصیب جوییم آه. از این آموزه های زیبا و دلچسب و با ارزش همواره زندگی ما به سمت سعادت دنیا و آخرت گام برمیداره و اگر خدای نخواسته غافل از این آموزه ها و ها شویم ممکن هست که در سراشیبی خطا و انحطاط و بدبختی گرفتار شویم آه. آجاوا مسئله گناه یکی از اون موضوعاتی هست که همواره مورد اهمیت واقع شده مورد مذمت و نکوهش از منظر دین مبین اسلام و همواره هشدار داده شده به انسان ها که مبادا در دام گناه و خطا قرار بگیریم. آجاوا بفرمایید که چرا این موضوع تا این اندازه مورد اهمیت قرار گرفته؟ یعنی اجتناب از گناه به چه معنا میتونه باشه و چرا ما همواره باید توجه داشته باشیم که برحذر باشیم از مقوله گناه و عصیان. بسیار خوب محضر شما و بیننده های عزیز مقدمه را ارز کنم که پیامبر بزرگوار اسلام یک هفته مانده یا چند روز مانده به ماه مبارک رمضان ای خود به ایراد کردن در تاریخ مشهور هست این خود پیمبر پیامبر بزرگوار اسلام به نام خود شعبانیه پیامبر بزرگوار اسلام بلند شدن صحبت کردن که قد اقبل علیکم شهر الله مردم با شما روی آورده ماه خدا عزیزایی که درس های طلبگی خواندن همکارای عزیز ما یا کسایی که ادبیات عرب عرب بلدن میفهمن که اینجا ماه اضافه شده به اسم جلاله خداوند عالم قد اقبل الیکم شهر الله بخت بلند ماه خدا و شما مردم روی آورده الان ماه در ماه خدا قرار داریم اون اونم اسم جلاله خدا آمده تمام صفات خدای علی الاعلا متجلی در الله هست گاه گاه سرورای معظم ما دوستا و جوانای عزیز میپرسند که چی میشه ما نماز فارسی بخوانیم از یکی از مراجع بزرگوار حضرت رت آیت الله سید احمد خونساری سوال کردن که آجا چی میشه ما نماز فارسی بخوانیم گفت خیلی خوب نماز فارسی میخوانید عین معنای عربی را باید شما در فارسی بخوانین اگه این طور باشه دو رکت نماز شاید دو ساعت دوام بیاره مثلا کس میخوانه بسم الله الرحمن الرحیم ایر در فارسی بگه بنام و یاد خدایی که کریم است و رعوف است و رزاق است و مجیب است و امین طور تمام صفات خدای علی و علا که خداوند عالم سه هزار صفت داره هزار تاش در تنها اسم دعای جوشن کبیر که شبای قدر انشاءالله زنده باشیم و قرائت کنیم و بخوانیم سفارش شده شبای قدر اکثرا دعای جوشن کبیر خوانده میشه هزار صفت خداوند هست این تمام صفات خداوند عالم در الله متجلی شد در الله جمع قد اقبل الیکم شهر الله اینجا اهلش میفهمد که چی ماهیه اضافه شده به اسم خدای علی الاعلون با اسم مقدس خدا که الله هست قد اقبل الیکم شهر الله مردم به شما رو یا حرف پیغمبر خاتم شهر ماه خدا بل برکته این ماه ماه برکته ما یقین کامل دارم تمام عزیزایی که برنامه رو میبینن تایید میکنن که ماه چی ماه پر برکتیه فقط نمونهش صفره های دم افتار هست که انسان نگاه میکنه بعد در زندگی معنی ما چقدر برکت ایجاد میشه این سهرهایی که ما بلند میشیم چه لذتی داره یا مارس ما کنم محضر دوستا که دم افتار انسان دست میگذاره روی سینه خودش صلی الله علیه که عبد عبدالله آنچنان لذتی داره که انسان اصلا نمیفهمه کجا هست از این عالم دنیا و عالم ماده کنده میشه انسان این لحظات و دقایق ما آنچنان برکت داره گفتنی نیه با این زبان نمیشه انسان بیان کرد قدق بلا الیکم شهر الله بل برکتی ماه آمده با برکت و رحمه رحمت خداوند عالم دعای کمیل میخوانیم اللهم اینی اسالو که به رحمت کلتی واسعت کل شای خدای ما با واسطه رحمت توسل به تو می جویم که همه چیز فرا گرفته تمام سال رحمت خدا همه چیز پوشانده ولی گاه گاه این رحمت خدا اوج میگیره او در ماه رمضان اوجش همه جا رحمت خدا فرا, فرا گرفته بل برکتی و رحمتی و المغفره این ماه ماه رحمته امین تو پیغمبر خاتم گفت از از میخوایم جواب شما را عرض کنیم زودتر رد بشیم بعد پیغمبر خاتم فرمود جا واقعا عجیب قابل تعمل فرمود انفاس کن فیه تزبیه نفس کشیدن شما در این ماه تزبیه حساب میشه هر لحظه مجبور منفاس بکشیم چی در خواب چی در بیداری اما در این ماه شریف تمام این دقائق ای لحظات تزبیه خدا حساب میشه انفاس کن فیه تزبیه و نوم کن فیه عباده خواب بشو اصلا نمیخواد ذکر بگو دعا بخوان فقط بخواب ده این ما بعض دوستای ما سوال میکنه ما کار ما سقیله اگر شب ها کار کنیم روزهایش بخوابیم مشکل داره یا هیچ مانعی شرعی نداره میتون عزیزای ما بخوابن نوم فیه عباده ولی مواظب باشه عزیزای ما که از 8 ساعت خوابیدن مضر هست و خوب نیست و تاکید شده که شما زیاد نخوابین زیاد خوابیده ولی در کل این ماه یک ماه استثنایی اگر کسی میخوابم خوابش عبادت نوم و کن فیه بعد پیامبر بزرگوار اسلام فرمود و دعا و کن فیه مستجاب دعاهای شما مردم در این ما مستجاب میشه خوب از عزیزای ما دعا کنن قل ما یعبه و بکن ربی لولا دعا و کن خداوند دعا میگه اگر دعایی نبود من خدا به شما اعتنا نمیکردم کردم و اونی از تجیب لکن شما دعا کنید مستجابش کنم من تو در ماه رمضان دیگه استثناز گاه گاه ما دعا میکنیم بعد چند تا شرایط باید داشته باشی دعا با استجابت برسه وگرنه دعا مستجاب نمیشه ولی ماه رمضان چون مهمان خدا هستیم این ماه ما استثناس کس دعا میکند اگر من حیث یک کوچک عزیزا ما عرض کنم محضرشان که خودم تمایل به این دارم تا حد توان ده ما باید دعا کرد تا حد توان باید دعا یک فرصت واقعا این لحظاتی که میگذره دیگه تا سال دیگه زنده باشیم و نباشیم باید رزق دنیا و آخرت خود باید زی ماه برداریم تا میتونیم دعا کنی دعا, دعا انشاءالله حتما مستجاب میشه اگر مستجاب نشد که سر و اسراری داره و نزد خداوند عالمه اون میشه که خداوند عالم ایوازش به ما عنایت کنه ولی دعا کنه انسان تا میتونه دعا کنه خب این دعا اکن فیه مستجاب اینطور پیغمبر خاتم ادامه داد فرمود کوشش کنید که توفیق خواندن قرآن دهی ما دست بیارید خدا شما رو موفق کنه که قرآن بخوانید بح... یک آیه از قرآن کریم ثواب یک ختم قرآن داره اینا بمانه همه مقدمه بود وقتی خود به پیغمبر خاتم خلاص شد امیر اوالم علی ابن عبی طالب از جا بلند شد گفت یا رسول الله دارم علیجان جان سآل چیه؟ سآل کسی میکنه که امیر اوالم علی ابن عبی طالب و السلام بعد پیغمبر اول شخصیت نظام آفرینش آقا امیر جواب کسی می عقل کل نور محض پیغمبر خاتم <متصفح> علی سوال میکنه پیغمبر خاتم جوی خیلی شنیدنیه خیلی عجیبه آقا امیر فرمود ما افضل الاعمال فی ها در شهر یا رسول الله بهترین عمل در ماه رمضان چیه؟ <متصفح> نماز شب بخوانیم تلاوت قرآن کنیم صدقه بتیم اینا همه جای خودش داره ولی بهترین عمل پیغمبر خاتم در این ما می فرماید بهترین عمل قرائت قرآن خیلی ثواب داره عرض کرد محضر دوستان نماز شب دعا کردن اینا همه آثار و برکات خودشه داره ولی بهترین عمل نیست چیزی که بهترین عمل پیغمبر خاتم معرفی کرد در این ما فرمود که ترک گناه و معصیت ره. بهترین عمل در این ماهی که انسان گناه نکنه بهترین عمل گناه زشته گناه بده آیه در قرآن کریم داریم سوره مبارکه مائده آیه صدومشه عزیزای ما عنایت کنن خداوند عالم به پیغمبر بزرگوار اسلام به حبیب خودش میفرماید قل یا رسول الله به مردم بگو لا یستو الخبیث و طیب آیا خباست با طیب چیز پاک برابری داره یقینا که نداره دروغ خباست داره زشت بده غیبت خباست داره زشت و بده مال مردم خوردن خباست داره اصلا زشته منظر از عزیزا ارز کنم که نگاه به نامحرم خباست داره اصلا عمل ناپسندیده و زشته خلاف عقل همینطور تمام گناه ها خباست داره بعدش از این طرف واجبات انجام واجبات انجام مستحبات ای طیب هست پاک هست آیا خباست با چیز طیب و پاک سازگاری داره یا مساوی است که یقین نیست ولو اعجبک کسرت الخبیث ولو در یک جامعه اونقدر گناه زیاد شده باشه اونقدر گناه زیاد شده که همه اهل دروغ باشه همه اهل کلابرداری باشه او آدمی که صادق هست در نظر مردم حقیر مردم جلوه کنه شما ببینید یک جامعه که به حجاب زیاد اگر یک خانم حجاب داشته باشه حتما مردم یک نگاهی سوی به او خانم داره یا کسی که همه یک جامعه کلابردار یک کسی که صادق هست مردم یک نگاهی بله، بهش دارن در او صورتم ولو مردم نگاه تعجب آور داشته باشه به با کسی که صادق است و کسی که اجاب داره و کسی که پاکه باز هم قابل مقایسه نیست خبیس خبیسه طیب و پاک راه رستگاری و پاکی است خداوند حالا می فراند فتق الله. ولو در جامعه اون خط زیاد شده باشه کسی پاک مردم به اون نگاه کنه تعجب کنه بازم شما تقوای الهی را پیشه کنید یا اول الالباب ای کسایی که صاحب حق و اندیشه هستین بعد فرمود خداوند عالم لعلکم تفلحون تا تایی باشه که شما رستگار بشید <متحدث> رستگاری راه خودش داره اول قدم رستگاری ایه که انسان ترک گناه و معصیت انجام بده در طول سال در تمام شبانه روزی تنها ماه رمضان هم نیست گفت قضا روزگار زمان در رو بود که هر روز آن چون شب قدر بود هر روز روز قدر هر شب شب قدر اگر ما قدر بدانیم حال خصوص این لحظات و ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم واقعا این لحظات نورانی است از این لحظات باید استفاده کامل و وافر انسان ببره اول قدم پیغمبر خاتم فرمود که ترک گناه و معصیت ایما از اعمال ایماست بمانه بعد خداوند عالم در ای آی شریف هم میگه که انسان باید ترک گناه و معصیت داشته باشه تا ای که رستگار بشه رستگاری نمیشه مگر ای که انسان محضر سرورای معظم عرض کنم که قدم اولش ایه باید ترک گناه داشته باشه چون گناه سوال شما بود چرا گناه خبیسه گناه زشته گناه بده اصلا با عقل ما با خلقت ما سازگاری نداره خب گناه زشت و بد و کار نادرسته حالا محضر سرورای معظم عرض کنم که چگونه میشه ما ترک گناه انجام بتیم شاید شنیده باشه عزیزای ما ولی بس متفاوته آقا امیر المومنین علیه صلات و سلام چند تا کار داره به که ما ترک گناه کنیم اولش ایه که ما به عمل کنیم خب بزد عمل کردن چیه؟ ما بسیار آمیانه محضر معظم عرض میکنم آقا امیر المومنین علیه السلام فرمود زاد الغذب بالحلم درمان کنید غذب غذب زشته غذب محضر عزیز آرز از خباست عمل زشتیه کسی که غذب میگه خصوص در ماه رمضان خدا نکنه که کسی بعض انسان بر میخوره به پیشانیش وقت نگاه میکنه ماه رمضان روزه هم دست گرفته بهش پیشانی طرف نگاه میکنه شمره ابن زلجوشن یاد آدم میایه نه کسی که روزه گرفت دست باید روزه باشه پا خدا رحمت کنه پدرها و مادرایی که از دار دنیا رفته و ما احوان جوانی و نوجوانی به ما آموختن که وقت انسان روزه میگیره دستش روزه باشه پایش روزه باشه چشمش روزه باشه اینطور روزه رو خداوند از ما خواسته حالا در ماه رمضان اگر کسی غضب میکنه این درست نیست آقا میرالمون راهکارش میگه اگر غضب میکنید اهل غضب هستید اون قد حلیم باشید اون قد بردبار باشید اون قد حلیم بودن تمرین کنید تا غضب خود به خود از زندگیتان کنار بره ادامه بحث ان شاء الله بسیار رجا تشکر نکته طلایی که در صحبت های ارزشمند شما وجود داشت این هست که در این ماه پر خیر و برکت سفره فضیلت الهی پهن است و هر کسی میتونه بنا به توان خودش برداشت کنه و با کارهایی که شما کارهای خیری که وجود داره تلاوت قرآن کریم کمک رسانی به نیازمندان نماز خواندن و سایر کارهای عبادی که وجود داره به ویژه ترک گناه که میتونه واقعا ارزشمند باشه در این ماه و فکر میکنم آقا ترک گناه و ای که واقعا ما مقابله کنیم با این پدیده ی زشت و خبیس میتونه مقدمه ای باشه برای ورود و بر رستگاری دستنبو. که ان در ادامه بیشتر از شما میشن سپاس از صحبت شما و از همراهی شما سروران گرامی هم سپاسگزار هستم خدا کنه که این صحبت ها را تا اینجا توجه کرده باشین نکاتی بسیار زیبا را اشاره فرم بودن در بخش دوم همچنان بیشتر گپ میزنیم اما قبل از او شاهد وقفه ای باشیم بینندگان عزیز و ارجمند ما من در هر برنامه سعی بر ای دارم که خود و به هر حال کوچکتر از این که برای شما از آن ایرپند و اندرس کنیم ولی باید توجه کنیم و مورد غفلت ما واقع نشود که تمام اعضا و جواره ما در ماه مبارک رمضان روزه باید باشد چنانچه آجابا به زیبایی اشاره فرمودن که بزرگان ما به ما یادآوری کردن که چشم به جای خودش باید روزه باشد دست و جای خودش پا و جای خودش زبان که خیلی مهمتر هست مبادا ما, ما محروم از غذا و نوشیدن باشیم ولی زبان به بدگویی مردم باز کنیم مبادا دیگران دشنام بتیم تهمدی بزنیم و افترا ببندیم که واقعا میتون ناپسند باشه و در چنین موقعیت و شرایطی روزه گرفتن فکر نمیکنم که بتونه به درد ما بخوره پس عزیزان باید تعملی دقیق پیرامون فلسفی روزه گرفتن باشد که هدف ما این است که یک گام نسبت به خداوند مهربان نزدیکتر شویم و چنانچه محتوای امروز برنامه ما هم هست، رستگار شویم با بهره گرفتن از فضیلت های بیکرانی که در این ماه وجود دارد آقا جهانی سپاس نکاتی بسیار زیبا را اشاره می فرمایید. اشاره کردید که راهکارهایی وجود دارد برای این از زبان گوهروار حضرت امیر مومنان ده. امام علی علیه السلام که محضر پیامبر گرامی اسلام ده سایر نکات رو که چه نکاتی شا. در نظر دارم آقا امیر المومنین علیه السلام چند تا راهکار به خاطر نکردن گناه یا ترک کردن گناه فرمودن که بحث مقدار متفاوت شاید باشه یک راهکارهای دیگه هم از گاهگاهی بیان شده مونتا آقا امیر المومنین علیه <تصفح> السلام فرمود زاد الغذب بالحلم کسی که غذب میکنه. کسی عصبانی آنقدر حلم و بردباری را تمرین کند تا غذب کنار بره این بهترین راهش که آقا میر بیان کرده بعد فرمود زاد و شهوت بالعفه کسی که شهوت داره نه مرادم تنها شهوت دامن نیست شده کسی شهوت حرف زنن داشته باشه که در ماه مبارک رمضان یکی از چیزهایی که روزه را رو باطل میکنه محضر سرورای معظم عرض کرد که با فتوای مراجع زام تقلید نه چیز روزه را باطل میکنه و یکیش دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه معصومین علیه السلام هست نش خدای نخواز گاه گاه خود بنده عقیل چون ملای مردم هستیم در بین جامعه الحمدلله توفیق بزرگی که خداوند شاکر به نعمتش خادم و خدمتگزار مردم هستیم سر و, کارم و با مردم با عزت کشور ما هست گاه گاه با بعض از دوستا صحبت میشه خدا در قرآن چنان چیز گفته در حال که آیه وجود نداره پیغمبر فلان چیز دستور داده اصلا چیز دستور نداده پیغمبر خاتم این دروغ بستن به خدا و پیغمبر هست از این ناهی عرف زدنه کسی که حرفش بیشتر در واحد داریم مقدار گناهش بیشتره کسی سکوت میکنه آقا علی ابن موسی رضا فرمود مادام که انسان ساکت میشینه دو تا ملک سرشانه شمایل فضا من قول نلالده دا رقیب و دو تا داشت میکنه کارهای خیر و شر ماره تا وقتی که انسان سکوت میکنه بر انسان حسنه می نویسن وقت حرف زدن شروع کرد اگر حرف خوبی باشه حرفی که به صلاح مردم باشه حرفی که به خاطر هدایت مردم باشه که چی بهتر ورنه و نه حرف های بی ربط و بی معنا و بی بهتر انسان سکوت کنه حرف نزنه گاه انسان شاید شهوت حرف زدن داشته باشه خیلی بعضا پر حرفه این درست نیست بعضا شهوت دست داره بعض شهوت نگاه کردن داره کلا در بر میگیره زاد و بل بالعفه کسی که زیاد اهل شهوت اونقدر افت و پاک دامنی رو تمرین کنه تا این شهوت از زندگیش کنار بره این راهکاری که آقا امیر المومنین عرض کرده و امیر بیان هست بعدش آقا فرمود زاد و شره بالخیر کسی که مقدار آدم شریه آدم بدیه اونقدر کارهای خوب تمرین کنه حتی حتی ببینید سفارش شده اگر کسی بخیله برد دنبال صدقه دادن کمک کنه به فقرا ولو نیتش ای باشه که ریا کنه ریا زشته ریا بده ریا گناهی کبیره است انسان ریا کنه ده تا نان به یک فقیر میتن بعد عکسایش از فضای مجازی پر میشه این کار زشتیه که به یک مؤمن مسلمان انسان بیاره در بازار بگذاره به خاطر چند تانان خوش کار درست نیست یا خب عمل قلبیه ولی اگر یک وقتی به خاطر تشویق دیگران باشه انسان صدقه به تاشکار مشکل نداره ولی خوب انسان لحظه فکر کنه به جای این فقیر و بیچاره و مسکین که که فلسفه ماه رمضان میه شکم ما گرسنه نباش ما شکم گرسنه با خبر بشیم خب به خاطر چیز ناچیزی که به فقیر میتن دیگه آبریش در بازار به معرض خطر نگذارن حالا ولو کسی و عرف ما اینجاست اگر ریا کنه آدم بخیلیه بعد بیا به خاطر ریا به مردم کمک کنه آستاستا خودش باعث میشه امی کمک کردنش ولو ریا باشه نیم باز مرز میکنم ای باعث میشه که ای آدم از بخل بره بیرون ای عمل زشت ترک کنه بنابر این آقا میره المومنین علیه السلام میگه که اگر کسی اهل شر اهل بدیه اون خوب بودن تمرین کنه اون قط خوب باشه اون تمرین کنه این کار تا شر و بدی از زندگیش کنار بره با. بعد آقا فرمود زاد الکبره به تواضع کس متکبره اینم از گناه های بسیار زشتی گناه های بدیه چه خوب انسان تواضع داشته باشه کبر و غرور برای انسانی که محضر عزیزا عرض کنیم یک انسان بسیار ما و شما انسان ها ضعیف خلق شدیم خلق انسان ضعیف ها خداوندان در قرآن گفته بعضا شد در ذهنش می رسید که آقا انسان اونقدر قدرت داره در ماه میره انسان اونقدر قدرت داره چی چیزای الحمدلله اختراع شده از،, از, علم بشر خیلی انسان جاها رسیده هیچ چطور خدای شما در قرآن گفته که انسان ضعیفه بعد همه ما و شما زمان مرض کرونا فهمیدیم کل کرونا عالم جمع کرد پین گرم نمیشد ولی تمام بشر بیکار ساخته بود خانه نشین کرده بود انسان با این قدرتش ضعیفه با این ضعفی که ما داریم دیگه در انسان جمع نمیشه که تکبر داشته باشه خب ببینید وقت ما شما از دار دنیا میریم بالش زیر سر ما خاک انسان به او قدرتش نگاه به قبرستان انسان کنه ببینه پولدار و فقیر و محضر شما کنیم رئیس و آیت الله و جتل الاسلام آمده کنار هم زیر زمین میخوابه آقا امیر المومنین علیه السلام میگه اول شما یک قطر منی بعدم که شما راه میگردید در این دنیا خب یک می میخواهیم از محضر دوست های دستشوی سیار هستیم بعدم که ما از دار دنیا میریم خوراک مور و مرچه و امثالش میشیم پس چرا تکبر کنیم آقا علی ابن ابی طالب میگه کسی که زاد الکبره به توازو کسی که متکبره اون تواضع توازو رو تمرین کنه تا که این تکبر پوزش به خاک مالیده بشه به زندگی انسان کنار بره این راهکار خیلی قشنگیه آقا فرمود زاد الغفله بالیقذه. کسی که غافله خداوند عالم دستور میده در قرآنش ولا تکن من الغافلین از انسانای غافل نباشید یا انسانها انسان بیداری از دو گزینه بیشتر نیست یا انسان انسانی عاقل بالغ بیدار و است یا انسان انسان غافلی که از هیچی با خبر نیست خب اگر انسان غافل الان خصوص امورات اخروی و دنیوی باید انسان اونقدر بیداری و هوشیاری و ذکاوت تمرین کنه تا غفلت از زندگیش کنار بره خب این راهکار که آقا میر المومنین علیه و السلام در روایات متعدد که بنده اخیر محضر شما عرض کردم این راهکاراست ولی راهکارهای دیگه هم داره یکی از راهکارایش ایه که ما بدانیم خدا رحمت کنه او عالم بزرگواری که جمله را گفت و معروف شد گفت عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید اگر واقعا را ما درک کنم بفهمم که عالم محضر خداست عالم محضر خداست هیچ وقت دنبال گناه و معصیت نمیرم شاید ما یک جایی بریم که نوشته باش اینجا تحت کمری امنیتی است شما مواظب خودتان باشید خیلی انسان خود جمع جور کنه ولی عالم محضر خداست چند نفر از آژیا را افتادن برن به زیارت خانه خدا مکه مکرمه از مدینه می رفتن متمول بودن تجارت داشتن کار و بار خوبی داشتن در مسیر راه دیدن یک چوپانی یا چند تا گوسفند دور می چرانه بله گفتن این منطقه خوش آب و آسه گوزفند رزی آقای چوپان می خریم زبهش می کنیم تبخش می کنیم اینجا لذت می بریم بگفت از اینجا رد شدیم خاطرش در ذهن ما بمانه قبول کردن آمدن پیش آقای چوپان گفت یک جوانی بود فرمود که با ما یک گوسفندا قیمتش چنده گفت 5 درهم خیلی خوب 5 درهم بگیرید به ما گوسفند بتین گفت نه این گوسفند 5 درهم قیمتش است ولی من اجازه خرید و فروش ش ندارم ما چوپان هستم صبح که میشی گوسفندا از پیش صاحبش میگیرم با چراگان میبرم شب که شد دوباره تحویل صاحبش میتون گفتن ما یک حالا به تعبیر جوانای امروزی یک شوخی کردیم با یک چیز دل ما شده توی گوسفند به ما بتی بعد که شب رفتی پیش صاحب گوسفندا ما چند برابر پولم برات میتیم چند برابر گوسفندا یک فلمی در بیاری قصه جور کو بگو زیاد علف خورد تلف شد بحب. یا بگو گرگ آمد یک گوسفند خود یک چیز بحب. بگو این چوب جوان چوپان نگاهی به این بزرگوارا کرد و شما مسلمانین گفت الحمدلله ما به زیارت خانه کعبه میریم خیلی خوب گفت ما شب شد رفتم پیش صاحب گوسفندا ایچ ایک شکل نه ایک شکلی ما صاحب گزفندار قناعت شاصل کردم ولی روز قیامت وقت از قبر سر بر می دارم در محضر خدای علی و الاعلا خدا را چگونه اونجا قناعت بتون یاری صاحب سرشان انداختن پایین برن این جوان از پوششان نگاه کرد علم یعلم به ان الله یرا شما خیالت می خدا شما نمی بینه اگر واقعا این اعضا و جواره بدن ما از عقل شروع تا وجود ما همیش ما بفهمیم که خدای به این عظمت و مهربانی خدای بین هم بزرگواری هست آه. اعمال اعمال رو مشاهده میکنه و میبینه اصلا انسان جرأت گناه کردن به خودش نمیته شرم و حیا میکنه حیا میکنه دقیقا یک طفل 4 5 ساله شاید یک جای باشه، انسانش حیا کنه خدای بی عظمت اعمال ما رو نظاره میشه در محضر این خدایی که مرز کرد و محضر دوستون قدر رؤوف و مهربانه انسان وقتی به کرم و وجود خدای متعال نگاه میکنه شرمنده میشه انسان چطور انسان دلش میزی خدای به عظمت و مهربانی و لطف که همه این نعمت سنوری هم آیات و نافل آفاق و فی انفس ایم حتی یا تبین له انه الحق وقتی به این نظام آفرینش نگاه کنی خدا رو میتونی پیدا کنی به وجودت هیچ که خدا نداده چند میلیارد دلار این وجود ما می ارزشش مادیش است شما ببینید یک کلیه چند قیمت داره یک جگر چند قیمتش است اینه عظمت خدا به من لطف کرده این همه را را رایگان داده چطور میشه محضری خدای روف و مهربان انسان معصیت کنه و گناه انجام بده بسیار علیه جب. تشکر سپاس بس. گذاریم با از کلام امیر مومنان امام علی علیه السلام نکات بسیار زیبایی بود که فکر میکنم در هیچ جلسه نشنیده بودیم نظیرش که اگر عزیزان مداومتی داشته باشم واقعا خیلی براحتی میتونیم از دایره گناه خود به دور بگیریم که واقعا میتونه اجرا پاداش از این yeah. شما. باشه جهانی سپاس از صحبت شو. های شما و از همراهی شما عزیزان هم سپاسگزار هستم بار دیگر وقفه یامانه نشر است ببینیم و بخش سوم رو هم فراموش نکنیم خوش آمد میگم به شما روزداران عزیز تاعت و عبادات شما انشالله که مقبول درگاه حق باشه و خوش آمد میگم به بخش سوم برنامه عزیزان آجابا به زیبایی اشاره فرمودن در رابطه با مصادیق گناه که گاهی اوقات ما غافل میشیم و فکر میکنیم گناه کردن در این دنیای خاکی به معنای دست درازی به مال مردم و نوامیس مردم خدای نکرده و که بخوایم ظلمی در حق کسی کنیم پول کسی را بخوایم بخوریم نه خیلی. گاهی اوقات مصادیقش بسیار ریستر از این حرفها هست و اگر بخوایم نگاهی بر رفتارهای اجتماعی خود داشته باشیم می‌بینیم که متاسفانه سر و پا گناه هستیم مثلا غیبت مردم ای که بخوایم خود از دیگران برتر ببینیم و خود برتر بینی داشته باشیم بخوایم تکبر داشته باشیم و اینو همه داره نشان می‌ده که ما وارد گناه شدیم و چنانچه اشاره شد هم باید موارد ضدشا پیدا کنیم تا ای که خدای نخواست در دایره گناه نقلتیم و نیفتیم و انشالله راه نجات خدا با مواردی که اشاره شده به تحصیل از کلام خداوند مهربان و کلام بزرگان دینی بتانیم هموار بسازیم و جهانی سپاس از صحبتهای شما اشاره کردید که عالم محضر خداست و در محضر خدا نباید گناه کرد از این کلام زیبا میتونیم اینگونه نتیجه بگیریم که هر کاری که ما انجام بدیم عینیتش در روز قیامت و چه بسا زودتر خواهیم دید یعنی اگر کار خیری انجام داده باشیم چون چه در کلام خدا هم هست که اگر کار خیری انجام بدهید خیرش به شما و اگر خدای نخواست مسقالی از کار شر باشه شرش دوباره به شما چه نه. تفسیر و تعبیر در این کلام وجود داره این بخش برنامه بخش آخر بنده میخوایم اینطور بحث عرض کنم محضر سرورای معظم اگر به روایات و آیات کریمه قرآن یک مقدار دقت بیشتر بشه واقعا هیچ عمل خیر ما دست کم نمیگیریم هیچ وقت گناه و معصیت دنبالش نمیره اگر انسان به این نگاهی که بنده آلا عرض میکنم انسان نگاه کنه آقا امام صادق علیه السلام فرمود اضامات العبد المؤمن دخل معهو فی قبره ستت سور کسی که از مؤمن باشه متدین از دار دنیا میره داخل قبر شش تا چهره نورانی پیدا میشه این شش تا چهره چیه فرمود سمت راست آدم مؤمن داخل قبر یک چهره نورانیه وقتی میپرسند کی هست میگم من نمازهایت هستم سمت چپ انسان مؤمن و متدین داخل قبر یک چهره نورانی دیگره تو کی هستی میگم من زکاتی هستم که در دنیا دادی امین تو روبروی انسان مؤمن داخل قبر وقت نگاه میکنه که چهره نورانی دیگه تو کی هستی میگه من روزه هستم روزه هایی که گرفتی مستحبی و واجبی امین طور پشت سرش وقت نگاه میکنه که چهره نورانی دیگه تو کی هستی میگه من حجی هستم که تو انجام دادی پایین پا رو نگاه میکنه که چهره نورانی دیگه تو کی هستی میگه من اعمال خیرت هستم هر خوبی که به مردم کردی به چهره یک چیز بسیار خوشگلی داخل قبرت آمدیم همینطور بالای سر وقت نگاه میکنه که چهره که همان نورانی تر هست تو کی هستی میگم ولایت اهل بیت که در دنیا داشتی حالا ببینید عزیزا قبرم چوخی نیه جای بسیار سخت و شدیدی که در روایات داریم کس از دار دنیا میره شما شب اول قبرش نماز و وحشت بخوانید هر لحظه صدقه کنار بگذارید تا این شب به خیر بگذره شب شب خطرناکیه شب اول قبر انسان در خانه می باشه زیر سرش پشتی هست بعد زیر پایش هم دوشک هست تو در زمستان گرمه در تابستان سرده اما یکی یک دم از این عالم میره به عالم دیگه ببینید کسی از خانه انتقال میته کسی خانهش تغییر میته از یک خانه به جای دیگه کوچ میکنه چند روز این در و دیوار در نظرش یک قس قسمت دیگه می آیه از این دنیا قرار به عالم دیگه بریم این سخت مشکله، در حدی سخت گفتن هر روز زیارت عاشورای امام حسین بخونید بعد بالاترین عضو بدن تان پیشانی رو بگذارید در خاک بگید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود خدایا شفاعت آقا سید و شهدار رزق روزی ما بگردان در لحظه ورود این لحظه ورود کدام لحظه است همه نوشتن لحظه ورود در قبر سخت وحشت داره چی خوبه در قبر وقت ما نگاه میکنیم با چهره های نورانی بر بخوریم حالا بله. سر عزیزا که شش تا چهره نورانی در قبره میخوایم عرض کنم اگر به این نگاه ما عرض ببینیم به گناه به این نگاه به اعمال خیر نگاه کنیم هیچ عمل خیر را از دست نمیتیم و در کنارش هیچ عمل زشت را انجام نمیتیم خب سمت راست ما نمازه این تنها در قبر نیست عزیزا فقط در شب اول قبر باشه که انسان دور چهره های نورانی بگیره در امید دنیا هم امین طوره وقت ما نماز میخوانیم در جماعت اول وقت از سمت راست هر بدی که بیای نماز دفعش میکنه وقت زکات میتیم از سمت چپ امی صفات رزیلی کرد شد از غفلت شروع تا شهوت و تا امثالش ای از سمت چپ عملور میشه به انسان وقت انسان اهل زکات باشه از سمت چپ دفع میکنه این بلاها رو امین طور روبروی انسان اعمالی داره مثلا آرزوهایش هست این کنای عزیه بعض آرزوهای طولانی داره که باعث غفلت میشه بعد باعث بیچارگ انسان میشه وقت انسان اهل روزه است این آرزوهای طولانی این دفع میکنه انسان رستگار میشه طور از پشت سر مثل زن و بچه و مال و ایناست که انسان میره از دنیای پشت سر میگذاره ایناره از پشت سر بخوای محبت زن و فرزند و مال به دل انسان جا بگیره که خطرناک هم از این از پشت سر حجی که ما انجام دادیم او دف میکنه از بالای سر ما قرار با شر مصیبت و بالای وارد بشه ولایت اهل بیت علیه السلام این دفع میکنه پس بنابر این این تنها مختصی به شب اول قبر و داخل قبر ما نیست این دنیا هم اگر اعمال خیر ما به شکل درستش انجام بتیم خیلی از بلاها از ما دفع میشه بارد. حتی واجبات که بمانه کالا عرض شد مستحبات جای خودش داره اعمال مستحبی خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمای عراقی را عالم بزرگواری بود که میگفتن سلمان فارسی زمان خودش بودی بزرگوار بارد. در میگه خودش نقل میکرد خاطراتش نوشته که در زمانی که ما نجف درس میخوندیم یک طلبه فاضلی بود به نام عبدالله گلپایگانی از دار دنیا رفت این بزرگوار بعد یک مدت زمان خوابش دیدن گفتن که چطور از آجاهای های جای مناسبی که شما دارید از کجا شده از کسرت درس و بحث و تعلیم و تعلم بوده گفت نه خب نام گرفته اعمال خیر کار وقت گذشته که از, از مسجدی که درست کردی خدای مکان برای داد گفت نه خلاصه واجه های ای اعمال که شما انجام دید از کجاست فرمود که این اعمال که ما انجام دادیم که درس و بس اینا هیچ قبول نشده بود ملک الموت که آمدن از ما پرسیدن گفت یک عمل شما قبول شده که قبر و قیامتتان رو تضمین میکنه آقا این عمل خیر چیه فرمود زمان شما در نجف درس میخواندین چند نفر از زوار قبر آقا امیرالمومنین آمد خانه شما شب بود شما پذیرایی چی در خانه نداشتید بیرون شدید برید قرض کنید بیارید بر زوار قبر آقا علی ابن ابی طالب یک چیز آماده کنید پذیرایی در شبک که میرفتین دنبال قرض پای شما به سنگ خرد و خون شد و شما خیلی اذیت شدید بعد با خود گفتید چه زندگی خدایا اینقدر درس خواندیم و به این عظمت علمی و به این درجه رسیدیم و بالاخره این حرفا یک بار به با اوش آمدی گفتی خدایا ما پیرو آقا میرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام هستم اینا ای خانم آمدن اینا زوار آقا علی ابن ابی طالب هستند بعد از تمام اعماق وجود گفتی الحمدلله ای الحمدلله زبط شده و قبول شده قبر و قیامت تضمین میکنه ببینید عزیزا اگر با این نگاه ما ببینیم یک الحمدلله چقدر ارزش داره بعد کسی گناه میکنه در کره زمین اگر کسی بفهمه یک رکت نماز چه آثار و برکاتی آه. داره کسی به توجهی به نماز میکنه که یقینا نمیست انشالله یه بس معصر واقع شده باشه و ماه رمضانی لحظات نورانی ان الله توفیق طاعت و عبادت هر چی بیشتر بتونیم برای قبر و قیامت خود آماده کنیم ان الله خیر ما برای همگانی باشه که اهتمام ویژه‌ای جیبت... کارهای عبادی و عبادات داشته باشین تا که از فضل بیکرانش هم برخوردار شین و شما رزوی طول عمر سلامتی میکنیم خیلی خوش به برنامه و پایان برنامه امروز رسیده منشالا که این صحبت ها مورد قبول شما سروران گرامی هم واقع شده باشه ما را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید تا برنامه دیگر و دیدار مجدد خداوند یار و مددگار همه شما